سر چارلز اسپنسر چاپلین در 16 اوریل 1889 در لندن انگلستان به دنیا آمد. او بازیگر طنز، فیلمساز و آهنگساز مشهوری بود که در دوران فیلم بدون صدا به شهرت رسید. او از طریق نقش خود در فیلم The Tramp به یک نماد جهانی تبدیل شد و یکی از مهمترین چهره‌های تاریخ صنعت فیلم محسوب می‌شود. دوران حرفه‌ای وی بیش از 75 سال از کودکی در دوران ویکتوریا تا یک سال قبل از مرگ وی طول کشید. او در این مدت هم مورد تمسخر و هم مجادله قرار گرفت. سرانجام چاپلین در کریسمس 1977 در کنار دریاچه ژنو در سوئیس در خانه خود درگذشت و همسر چهارمش و 8 فرزندش او را در قبرستانی آرام در کنار خانه خود دفن کردند. او زندگیش را وقف کمدی کرد، اما زندگی پس از مرگش شبیه یک فیلم ترسناک بود که شامل یک جسد گم شده بود. چند ماه بعد از خاکسپاری چاپلین، همسر او اونا تماسی از اداره پلیس سوئیس دریافت کرد. صدایی به گوش می رسید که می گفت جسد همسر شما ناپدید شده. گویا قبر چاپلین گشوده شده بود و تابوتش بیرون کشیده شده بود. نه تنها طرفداران سینما بلکه منتقدان هم شوکه شده بودند. چه اتفاقی برای جنازه چاپلین افتاده بود؟ آیا طرفداران او جسدش را دزدیده بودند تا در وطنش یعنی انگلستان دفن کنند؟ اما چند روز بعد اونا تلفنی را جواب می دهد. صدای مردی با لهجه اروپای شرقی به گوش می رسد که ادعا می کند بدن چاپلین پیش اوست و چند روز بعد اونا عکسی دریافت می کند. عکس تابوت چاپلین. در تماس بعدی مرد درخواست $600,000 برای بازگرداندن بدن چاپلین می کند. آنها حتی تهدید به ربودن فرزندان چاپلین هم می کند. پلیس تحقیقات گسترده‌ای را آغاز می کند. در تمام شهر گشت زنی انجام می شود. حتی ورودی و خروجی شهر کنترل شدیدی می شود. اما هرگز بدن چاپلین و دزد او را نمی یابند. بنابراین تلفن همسرش را کنترل می کنند و برای تمام دکه‌های تلفن شهر یک پلیس کشیک می گذارند. تا اینکه در یک دکه تلفن عمومی در نزدیک لوزان 2 نفر را مظنون به دزدی بدن چاپلین دستگیر می کنند. 2 تعمیرکار ماشین به نام‌های رومن وارداس و گنشو گنو. 2 پناهنده از اروپای شرقی که به دلیل مشکل مالی تصمیم به کپی کردن یک رویداد مشابه که در ایتالیا اتفاق افتاده بود کردند. آنها پلیس را به محلی که بدن چاپلین را دفن کرده بودند بردند، یعنی 10 مایل بالاتر از آرامگاه خودش. در نهایت چاپلین دوباره در همان مکان قبلی به خاک سپرده شد، اما این بار در قبری بتونی.